دوستان سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پورت اکادمی و درس های آدوبی افتر افکت در خدمتتونم خب در این جلسه ویدیویی میخوایم بریم سراغ تایم ری دوستان نحوه کنترل کردن سرعت ویدیوها در افتر افکتس فوق درس مهمیه ازتون خواهش میکنم خیلی خوب و کامل به این درس دقت کنید و کار رو با من جلو بیاید تمرین کنید این رو یکی از مهمترین مباحث در آدوبی افتر افکت تایم ریمپینگ خیلی مهمه به خاطر اینکه ما داریم کنترل سرعت رو یاد میگیریم مثلا صحنه آهسته ایجاد کردن رو داریم یاد میگیریم تقریباً تقریبا در تمام فیلم های سینمایی کاهش سرعت دیده میشه یعنی مدام کاهش یا افزایش سرعت به وجود میاد به خصوص برخی مواقع در یک سری حالتهایی که مثلا اکشن وجود داره کلا سرعت رو خیلی کمتر میکنن که اون اکشن رو شما با جذابیت بیشتر ببینید مثلا داری مسابقه فوتبال میبینید مدام صحنه آهسته میبینید همه این موارد رو در کل نیاز داریم به تایم رو برای ایجادشون و البته اگه در ادوبی افتر افکت بخوایم ادیت کنیم نیاز داریم به تایم ریمپینگ بنابراین اینجا ازتون باز هم دارم درخواست میکنم لطفا این ویدیو رو دقیق تر و کامل تر نگاه کنید و دنبال کنید خب بریم یه ویدیو رو داخل تایملاین بیاریم درگ میکنم اینجا در تایم هم قرار بگیره برای ایجاد دستور تایم ریمپینگ چون تایم ریمپینگ دستور هستش دوستان ابزار نیست باید برم سراغ لایر بیام سراغ تایم و گزینه اینیبل تایم ریمپینگ رو فعالش کنم یا کنترل alt t روی کیورد رو بزنم که این مورد برای من فعال بشه همونطور که می در تایملاین به نمایش در میاد زیرگروه همون ویدیویی که من فعالش کرده بودم و انتخاب کرده بودم یعنی اگر هر لایه‌ای ای رو که بخوایم تایم ریمپینگ ریم روش اجرا بشه بعد اول انتخابش کنیم بعد بریم دستور رو روش اجرا کنیم خب ببینید دوستان عزیز زمانی که من تایم ریمپینگ رو فعالش میکنم در تایملاینم سمت راست دو تا کی فریم شکل میگیره در ابتدا و انتهای اون ویدیویی که دارم یکی ابتدا یکی انتها کنترل سرعت رو در اختیار می گیرن من اگر پلی کنم کار رو آروم آروم به سمت کند شدن سرعت خواهم رفت قاعدتا چون این یه روند کاهشیه و اگر بخوام تغییراتی درش به وجود بیارم دوستان عزیزم باید بیام یکی فریم جدید به وجود بیارم برای انجام کی فریم جدید برای شکل دادن کی فریم جدید سی تی رو میبرم یه جای دیگه مثلا میگم در ثانیه سوم یک کی فریم برای من به وجود بیار روی گزینه ادریم ریموف کی فریم که این قسمت هستش یک کلیک میکنم اجازه بدید زوم اوت کنم ببینید یه مورد برای من شکل میگیره حالا برای اینکه کنترل بهتری روی این مسئله داشته باشم باید بیام این آیکون گراف ادیتور رو روش کلیک کنم که فعال بشه ببینید سرعت از حالت کاهشی به افزایشی ادامه پیدا میکنه یه توضیحی رو قبلش بهتون بدم اگر میخواین کیفیت بهتری رو داشته باشین در ایجاد تایم ریمپینگ در کاهش سرعت به خصوص بهتر زمان فیلم برداری از فریم های بالا استفاده کنیم یعنی از های استفاده کنیم که فریم ریت بالا دارن برای مثال اگر من از فریم ریت 60 استفاده کنم 60 فریم در ثانیه زمانی که کاهش سرعت ایجاد میکنم چون تعداد فریم هم بیشتره کیفیت زیباتر و بهتری خواهم داشت در اون ایجاد صحنه آهسته اگر تعداد فریم هم کم باشه این مقدار چون تعداد فریم ها برخی حذف میشه لابلای این فریم هم که کاهش سرعت رو داشته باشم به هم به وجود میاد یه جورایی مثلا جلوه جالبی پیدا نمیکنه مثالم اگه بخوام براتون بزنم صحنه آهسته های فوتبال های خارجی رو با فوتبال های داخل کشور اگر مقایسه کنید زمین تا آسمون فاصله داره یعنی اونا مثلا با 120 فریم در ثانیه دارن فیلم برداری میکنن زمانی که صحنه آهسته رو نشون میدن واقعا با کیفیت و زیباست ولی در ایران ما مثلا با 29 فریم داریم فیلم برداری میکنیم حتی کمتر 25 فریم داریم فیلم برداری میکنیم صحنه آهسته که شکل میگیره شما کلا با یه سرعت خاصی میبینید توپ رفت سمت دروازه و هیچ جز جزئیات بیشتری رو نمیبینید و مثلا در برنامه تلویزیونی زمانی که مثلا میخواستم من خطایی در محبت جریمه شک گرفته یا نه یا همچین استایلی به خوبی داور تشخیص نمیداد اون داوری که در تلویزیون اومده بود برای اینکه مجددا صحنه رو بررسی کنه خوب تشخیص نمیداد که خطا شک گرفته یا نه یعنی مثلا نمیتونستیم ببینیم مثلا تو پشت خط دقیقا قرار گرفته یا یه همچین استایلی ولی در فوتبال خارجی شما واقعا خیلی راحت در صحنه متوجه میشیم که چه اتفاقاتی افتاده بنابراین کیفیت فریم ریتتون باید بالا بشه تعداد فریمتون هر چقدر بالاتر باشه تایم ریمپینگ با کیفیت تر خواهد بود این توضیحاتی که باید بدم توضیح داره به تایم ری خب حالا من اگر این کی فریمی که به وجود آوردم به سمت پایین بکشم باعث کاهش سرعت میشم دوستان عزیزم ببینید الان من سی تی رو میبرم ابتدای کار یه پلی میکنم ببینید کاهش سرعت شکل میگیره از اینجا بعد افزایش سرعت رو خواهم داشت به همون حالت معمولی و همجور داره افزایش سرعت بیشتر میشه تا به 100 صد درصد برسه بنابراین شما میتونید هر تا که خواستید کی فریم به وجود بیارید من مثلا میتونم اینجا باز هم کی فریم به وجود بیارم در این نقطه سی رو قرار میدم روی اد کی فریم کلیک میکنم اینجا میتونم اینو ببرمش بالاتر میتونم بیارمش پایین تر این خط پایینی هم دیگه پایین ترین میزان سرعتمونه یه بار پلی کنیم ببینید چه اتفاقی میفته داریم صحنه رو اصلا برمیگردونیم این کاری که ما با تایم ریمپینگ میتونیم انجام بدیم اگر من دوباره بیام سی رو بیارم جلوتر یکی فریم دیگه به وجود بیاریم ببینیم چه اتفاقی میافته ببینید تا اینجا میریم دوباره همون حالت ولی اگر یه مقدار بیارمش پایین چنین شرایطی خواهد بود یه بار دیگه کی فریم به وجود بیاریم دوستان ایزم اینجا و بیایم یه مقدار این رو جابجا جا کنیم بیارم اینجا قرار بدم دوباره پلی میکنم خب ببینید دیگه ریورس شکل نگرفت تصویر برنگشت چرا به خاطر اینکه ما به این کی فریم که رسیدیم کی فریم بعدی بالاتر قرار داره اگر بیارمش پایین تر ریورس شکل میگیره دوستان عزیزم یه پلی کنیم ببینیم میبینید با سرعت کم داره اون ریورس شکل میگیره اگر بخوایم به سمت جلو ادامه پیدا کنه کارمون ولی با صحنه با حالت آهسته تری دیگه نیازی نیست کی فریم بعدی رو به وجود بیاریم من اگر اینو ببرمش بالا هم سطح این قرار بدم اتفاقی که میفته استاپ شکل میگیره پس اگر کی فریم هامون بالاتر از سطح قبلی باشن صحنه آهسته رو داریم با همون روند ادامه پیدا میکنه اگر پایین از کی فریم قبلی باشه ریورس شکل میگیره دوستان عزیز ببینید من اینا این یه مقدار برامش بالاتر ببینید ریورس شکل میگیره برمیگرده تصویرمون با صحنه آهسته اگر دو تا کی فریم در یک روند در یک خط قرار بگیرن چه اتفاقی میفته استاپ شکل میگیره یک استاپ کی فریم به وجود میاد ببینید این حالت شکل میگیره ادامه ی کار رو در نهایت بعد از آخرین کی فریم خواهیم داشت حالا چون این از کی فریم های دیگه پایین تر بود ریورس شکل میگیره بیارمش بالا یه مقدارم حتی اگه بیاریمش بالاتر خیلی کم دیگه ریورس شکل نمیگیره همون حرکت عادی رو خواهیم داشت پس تا دا اینجا ما چون کی فریم هامون در یک خطن استاپ رو داریم اینجا از همون نقطه از همون کی فریم ادامه کار رو با صحنه آسه خواهیم داشت ما بقیه قسمت ها میبینید خیلی تندتر داره رد میشه برای ما پس ما میتونیم به این شکل سرعت رو کاهش یا افزایش بدیم این نحوه کار کردن با تایم ریمپینگ مونه خب اجازه بدید من دوباره تایم ریمپ رو فعالش کنم خب حالا برای اینکه جلوه بهتری پیدا کنه کارمون زمانی که داره فریم ها به صورت آهسته پخش میشه این ما افزایش سرعت رو البته داریم برای مثال اگر من اینجا رو پلی کنم شما این صحنه های رو دارید میبینید برای اینکه بهتر پخش بشه این کارمون یه خاصیتی وجود داره به اسم فریم بلندینگ برای انجام این کار من باید برم سراغ لیر گزینه فریم بلندینگ که اینجا بینید و یکی از اون حالت های فریم پیکس و پیکسل موشن رو انتخاب کنم پیکسل موشن رو اگر انتخاب کنیم کیفیت بهتری از کار رو خواهیم داشت ولی اگر حالت های مثلا موشن افکت رو در ویدیوامون داشته باشیم که در ارتباط با این مسئله در آینده صحبت میکنم نیاز داریم بریم سراغ فریم میکس به خاطر اینکه اون وقت پیکسل موشن یه مقدار به هم ریختگی برش به وجود میاد جلوه جالبی نخواهد داشت اما تا جایی که ممکنه از همین پیکسل موشن استفاده میکنیم اگر من این روش کلیک کنم فعالش کنم و دکمه پلی رو بزنم یعنی اسپیس رو بزنم که کارو پلی کنه با این حالت صحنه آهسته رو خواهم داشت که بذارین من این مورد رو افزایش بدم زمانش رو میبینید یه مقدار کیفیت کارمون قشنگتر میشه در صحنه آیسته این در حالیه که اگر من فریم بلندینگ رو نداشته باشم و پلی کنم پرده پرده رد میشه یه جوره کارمون من هم میتونم برم سراغ لایر گزینه فریم بلندینگ و یکی از این موارد رو انتخاب کنم همین که میتونم بیام اینجا در این بخش که میبینید برای اون لایه گزینه فریم بلندینگ رو که این بالا آیکونش رو میبینید فعالش کنم اگر این کار رو انجام بدم پلی کنیم باز هم همون روند کاهش سرعت رو خواهیم داشت این هم روشیه برای اینکه بتونیم این موقع کیفیت کارمون رو زمان ایجاد صحنه های آهسته بیشتر کنیم حالا اجازه بدین من برگردم دیتور رو خاموشش کنم برگردیم به همون حالت سابقی که داشتیم گزینه تایم ری رو اینجا در تایم هم انتخاب کنم دکمه دیلیت روی کیبورد رو بزنم تایم ری رو حذفش کنم بریم سراغ یک افکت که همین کار رو برای ما انجام میده یعنی از طریق افکت هم میتونیم چین کاری رو انجام بدیم برای این حالت باید اول لایمون رو انتخاب کنیم در تایم بریم سراغ افکت ها گزینه تایم رو اینجا پیدا کنیم و گزینه تایم وارپ رو روش کلیک کنم که فعال بشه خب همونطور که میبینید گزینه تایم وارپ در بخش افکت کنترلم به نمایش در میاد در قسمت متد اینجا که دارید میبینید من اگر بیام و کلیک کنم میتونم همون حالت فریم میکس یا پیکسل موشن رو انتخاب کنم برای اینکه یه ای مقدار زیبایی کار و نرمتر تر شدنه. گذر فریم ها رو داشته باشم یا یعنی اینکه روی همون هول فریمز کلیک کنم که فریم ها یه جوری پرده پرده پرد رد بشن در گزینه اجاستم میتونیم اسپید رو مشخص کنیم یا سورس فریم رو اجازه بدیم روی همون اسپید بمونه من میخوام الان از اسپید استفاده کنم برای اینکه کی فریم های مختلف وجود بیارن برای کاهش یا افزایش سرعت کارم خب اگر اسپید رو ببینید جلوی اسپید نوشته شده 50 این به این معنیه که 50 درصد از سرعت اصلی کلیپمون رو اجرا خواهیم کرد اگر الان کی فریم به وجود بیاریم من میتونم سی تی رو بیارم یه جایی در کار قرار بدم اونجایی که میخوام سرعت شروع کنه به کاهش یا یا افزایش حالا فرقی نمیکنه اینجا اگر اسپید رو بزنم و مثلا عدد رو بذارم روی 20 اتفاقی که میفته یه کی فریم اینجا برای من به وجود میاد دوستان عزیزم می ببینید من پلی کنم چه اتفاقی میفته سرعت رو به صورت کاهشی خواهیم داشت در کل کلیپ به خاطر اینکه من یه کی فریم به وجود آوردم قبل و بعد از این کی فریم خصوصیات اون کی فریم رو به خودش اختصاص خواهد داد در ارتباط با این مسئله قبلا صحبت کردم حالا شاید بخواهیم یه قسمتی از ویدیو فقط سرعت پایین داشته باشه چیکار کنیم این کی فریم رو که اینجا ایجاد کردیم بعد انتخابش کنیم بذاریمش روی 100 درصد یعنی اگر من بیام افکت ها مو باز کنم تایم تا وارپ رو هم باز کنم اسپید اینجا هست این اسپید رو من میتونم اینجا یا همون بالا حالا من میام این قسمت پایین اسپید رو تبدیل میکنم به 100 اینجا سرعت کلیپ تا این بخش کاملا منطقی با همون حالت نرمال پخش میشه یه ذره میام جلوتر مثلا منزه چند تا فریم حتی و سرعت رو اینجا میذارم روی سرعت رو این قسمت سرعت این قسمت رو میذارم روی مثلا سی فریم اینتر رو میزنم اگر دقت کنید اینجا کلا کلیپمون درست پخش میشه تا جایی که 100 صد درصد بعد از اینجا و بعد آروم میشه چون من کی فریم بعدیم بهش دستور دادم که سی فریم در ثانیه ببخشید بنزه 30 درصد سرعت کلیپم باشه و همونطور که قبلا هم صحبت کردم تمام کلیپ بعد از آخرین کی فریم خصوصیات آخرین کی فریم رو میگیره حالا اگر از اینجا بخوام دوباره سرعت عادی بشه همین مورد رو ادامه میدم یعنی میام اینجا ببینید در این بخش در بخش اسپیدم میتونم یه دونه کی فریم به وجود بیارم یا اینکه بیام همین سرعت رو یه مقدار کم و زیادش کنم مثلا تبدیلش کنم به 29 فریم میبینید باز هم کی فریم برای من به وجود میاره فرقی نمیکنه دوباره کاهش سرعت رو اینجا دارم یه ذره بیام جلوتر دستور بدیم که اینجا سرعتمون 100 بشه و حالا پلی کنیم خواهید دید که چه تغییراتی به وجود اومد ببینید سرعت اینجا کاهش پیدا میکنه دوباره افزایش پیدا میکنه البته اینجا کی فریم آخرم باز هم سپید 20 رو گرفته نه به خاطر اینه که من رندر نشده بود ویدیوم داشت با سرعت کم پخش میکرد مشکلی وجود نداشته درست کار رو انجام دادیم من اینجا کایشه سرعتو داریم دوباره همه چی عادی میشه چرا اینجوری کی فریم به وجود آوردم به خاطر اینکه اگر می اومدم دو تا کی فریم به وجود می آوردم الان من اینا رو پاک کنم یه بار به شما نشون بدم متوجه خواهید شد اگر مثلا اینجا می مادم. یه یک کی فریم به وجود می آوردم با سرعت 100 اینجا استاپ رو روشن می‌کردم کی فریم 100 داشتیم اینجا یه دونه کی فریم به وجود می آوردم با سرعت 20 اتفاقی که میافتاد آروم آروم از 100 به 20 میرسیدیم این نبود که در طول این محور در طول بین دو تا کی فریم هم همش با سرعت 20 جلو بریم مطمئنا اینجا اگر دقت کنین زمان اگر در این قسمت توجه کنید داره کاهش پیدا میکنه من اگر سی تی رو برم جلو ببینید روی 20 نیست من دستور دادم در اصل از 100 به سی برس همونطور که در درس های قبلی هم یاد گرفتیم تا با کی فریم کار کنیم اگر من این کار رو انجام بدم ببینید آروم آروم داره سرعت کم میشه تا برسه به اون چیزی که من میخواستم به اون مثلا 20 فریم به اون حالت 20 سرعت اصلی بنابراین من میام کی فریم ها رو طوری تنظیم میکنم که از یه عدد تا یه عدد دیگه با یه سرعت ثابت مثلا 20 درصد کار رو ادامه بده برای افزایش سرعت هم همین کار رو میتونیم انجام بدیم اگر مقادیر رو از 100 بیشترش کنم مثلا بزنم رو حالت 200 سرعت با دو برابر حالت عادی پخش میشه سرعت تصویرم و میتونم افزایش و سرعت داشته باشم پس میتونیم از این گزینه تایم وارپ هم استفاده کنیم برای اینکه بتونیم به یه شکلی صحنه آسه یا صحنه تندتر از حالت معمول رو به وجود بیاریم لطفا دوستان عزیزم این اتو گزینه رو تمرین کنید چون بسیار بسیار کاربردیان خیلی مهمن مدام میگم چه در فیلم های سینمایی چه در سریال های تلویزیونی چه در ویدیو های عادی که گرفته میشه در شبکه های اجتماعی الان میبینید شبکه های اجتماعی مختلف افکت های مختلفی رو دارن کار میکنن که مدام حالت های هاسته و موارد این چینی روشون اعمال میشه در ورزش در فوتبال در کلا مسابقات ورزشی مدام صحنه آسه میبینید همیشه همه جا استفاده میشه ازتون درخواست میکنم و تمرین کنید این گزینه ها رو حالتهای مختلفش رو چک کنید که حتما در ذهنتون بمونه خیلی درس مهمیه بهش توجه کنید ازتون درخواست میکنم در انتهای ویدیو لطفا دوستان عزیزم ویدیو رو لایک کنید برام کامنت بذارید دوستان عزیزم منتظر کامنتاتون هستم و اگه در کانال سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید باز هم همراه شما خواهم بود متشکرم موفق باشید